با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. جنبش مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 5 ماه رو پشت سر گذاشت و این جنبش قدرتمند در صحنه حضور دارد. ما در برنامه امروز با علی جوادی و ایرج فرزاد خواهیم بود و نگاهی میاندازیم به وضعیت کنونی جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی، نگاهی میاندازیم به آلترناتیو کمونیسم کارگری و همچنین آلترناتیو ناسیونالیسم پروغربی، تقابل‌های این دو آلترناتیو و همچنین نگاهی میاندازیم به منشوری که اخیراً از طرف 20 تشکل در داخل کشور منتشر شده تحت عنوان مطالبات حداقلی. با سلام به شما ایرج فرزاد عزیز و با تشکر از این که در برنامه امروز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر ما با شما هستیم. سلام به شما محمود عزیز، خدمت شما و علی عزیز هر سلام دارم و همچنین بینندگان و شنوندگان در خدمت ما میشم. ممنون از شما. علی جوادی عزیز با سلام به شما، با تشکر که بار دیگر در برنامه دیگری از تلویزیونی برای یک دنیای بهتر ما با شما هستیم. متشکرم به شما و بینندگان عزیز و همچنین ایرج فرزاد گرامی، سلام خیلی گرم دارم. ایرج عزیز، شما اخیراً یه نوشته منتشر کردین در ارتباط با احوالی که هم‌اکنون در جامعه جنبش سرنگونی که هم‌اکنون در جامعه در جریان تبیین خودتون رو مطرح کردین. این نوشته‌ای که تحت عنوان دو سناریو موازی منتشر کردین، در این نوشته مطرح کردین که هیچ تحولی رو در یک کشور نمیشه صرفاً تو محدوده خود اون کشور و منزوی تحلیل کرد و باید در یک چارچوب عمومی‌تری و در چارچوب مناسبات بین‌المللی دید. می‌خواستم در ارتباط با همین نوشتتون نظرتون رو جویا بشم که نکاتی که تو این نوشته مطرح کردین چه نکاتی بوده در ارتباط با جنبشی که هم‌اکنون درون جامعه در جریان. شاید همونطور که شما اشاره کردید، من یه مسئله داده ایه، یعنی اول نوشتم گفتم شاید لازم به یادآوری هم نباشه که بالاخره تحولاتی که در هر کشور اتفاق میفته بدون در نظر گرفتن فاکتورها و روندهای بین‌المللی اصلا به طور در خود جوابگوی هیچ مسئله ای نیست. مثلا ما آوردم مثلا انقلاب سال 57 آوردم، گفتم انقلاب و قدرت اسلامی ها اصلا بدون جهان دو قطبی و جنگ سرد و مسئله کمربند سبز و بالاخره قرارداد یالتا و تهران و اینکه ایران قرار بود در حوزه تقسیم بازار غرب باقی بمونه، ولی شرایط اون منطقه تحت نفوذ غرب دچار یک انقلاب شده، بنابراین لازم بود برای حفظ اون بازار چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی یه چاره اندیشید، یه فکری کرد و بنابراین فاکتور بین‌المللی عامل تعیین کننده بود در وارداتی ترین عنصر حاشیه تاریخ به عنوان رهبر انقلاب. و از اونجا این نتیجه رو گرفتم که اوضاع کنونی هم عیناً همینطوریه. اوضاع کنونی هم البته در شرایط کاملا متفاوت و مقدار زیادی تغییر کرده و اینکه بالاخره جهان دو قطبی از بین رفته و الان جهان چند قطبیه و بنابراین این مسئله‌ای که سرنوشت جامعه ایران به کجا میرسه و توی این معادلات جدید، توی این مناسبات بین‌المللی جدید به کجا میرسه، یک عامل تعیین کننده برای مثلا یک مرکزی برای فکر کردن تو دوائل مثلا رژیم چینج کشورهای بهتزار کشورهای جهانی که دستی در اقتصاد دارن و هنوز از لحاظ اقتصادی و سیاسی میتونن مثلا نقش بازی بکنن. از این نظره که طبیعیه تا اونجایی که مثلا به غرب برمیگرده اون قدرت سابق رو نداره. من اونجا توضیح دادم قدرت سابق این که بیاد مثلا کودتا بکنه، مثلا چی میدونم پشتش به عروج و دوران شکوفایی سرمایه‌داری غرب بعد از جنگ دوم جهانی محکم باشه
بتونه طرح مارشال بده، بتونه اصل چهار ترومن مثلا اجرا بکنه و بتونه مثلا به بازسازی اروپا کمک بکنه، از لحاظ اقتصادی در یک موقعیت بسیار رو به شکوفایی بود آمریکا اون وقتا. بنابراین در اون حوزه تقسیم بازار غرب اون میتونست در هر جایی که منطقه نفوذش تحت تهدید تهدیدات بلوک مقابل قرار میگیرد کودتا بکنه. نمونه‌هاشو دیدیم تو مثلا شیلی، دیدیم تو ایران، دیدیم تو کشورهای آمریکای لاتین دیدیم، و هیچ وای نداشت از این که این کارا بکنه و سها خلاصه اراضی و باشه به خیابان بفرسته و کودتا بکنه و حکومت مطلوب خودش سر کار بیاره. الان این قدرت نداره. الان به نظر من بعد از سفر و پاشه جهان دو قطبی و اینکه آمریکا مثلا سعی کرد اون نظم خودش رو اعاده بکنه با فروپاشی جامعه عراق و مسئله سوریه و همه این چیزایی که خودتون میدونه، حتی از پس طالبان بر نیامد، حتی آمریکا از پس طالبانی بر نیامد که بتونه اینو مهارش بکنه، مثلا قدرت مورد پسند خودش رو بذاره جای طالبان و مجبور شد سازش بکنه با طالبان در عراق. بالاخره عملا شکست خورد و میدان واگذار که به نوهای مثلا به نیروهایی که به قول معروف غیر سرسپردن به اون معنی سابق دنیای دو قطبی. اما حاضر مسئله هژمونی و مسئله این که این مناطق نفوذ بمونه و جا مثلا یک عنوان یک منطقه با یک مثلا بازار بمونه، در شرایطی که خود غرب هم دیگه مثل دوران بعد از جنگ دوم جهانی نیست، دچار بحران‌های عمیق اقتصادی شده، شکاف طبقاتی خیلی آشکارتر شده توی آمریکا، توی غرب، و مبارزه طبقاتی یه مقدار شکوفاتر شده، اون توهمات به اصطلاح دولت رفاه و به امید صدور سرمایه به کشورهای دیگه از بین رفته. بنابراین خود غرب هم برای مثلا بست سرمایه، برای مثلا ایجاد یک مناطقی که بتونه سرمایه‌اش توش مثلا سرمایه گذاری بکنه و انباش سرمایه رو پروسش رو باز نگه بداره، در جایی مثل ایران که منطقه مهمی از لحاظ اقتصادی منطقه مهمیه، بنابراین اونجا بار دیگه دچار انقلاب شد، دچار یه انقلابی شده که خب غرب با این شرایط خودش، اروپا با این شرایطی که من بهش اشاره کردم، تمام تلاش جانم ممنون از شما، این صحبتتون رو تمام کنیم بعد بیشتر میتونیم بدونیم. آره این جمله رو تمام کنیم. تمام تلاش رو گذاشته برای اینکه این انقلاب رو بعد دنده خلاص رو، حالا میرسیم به اینکه مثلا چه سناریوی هست بس میکنیم. بله حتما. علی جوادی عزیز، نظر ارزیابی شما از جنبش سرنگونی 1401 و همچنین نکاتی که ایرج فرزاد عزیز مطرح کردن در ارتباط با اینکه نمیشه این تحول رو صرفا مبتنی بر درون کشوری دید، بلکه باید تو چارچوب مناسبات بین المللی این رو بررسی کرد. به نظرم ارزیابی کاملا موجهی هستش. تحولات سیاسی ایران تحت تاثیر به لحاظ نیروهای بین المللی که دخیل هستند در اینکه سرنوشت جامعه ایران در این منطقه مهم استراتژیک در خاورمیانه چه خواهد شد. ایران جایگاه مهمی در تحولات و در سیاست بین المللی ایفا میکنه. از طرف دیگه تحولات در ایران بر جهان همچنین تاثیر متقابلی میتونه داشته باشه، چه در سال 78 بعد از به اصطلاح ضد انقلاب اسلامی و حاکم شدنش بر تحولات ایران و مهندسی عظیم اجتماعی که اساساً همونطوری که ایرج فرزاد گرامی مطرح میکنه صورت گرفت، تاثیر بین‌المللی به سزایی داشت. اسلام سیاسی عروج کرد، به یک هیولای سیاه تبدیل شد که جهان رو به درجات زیادی
تحت تأثیر خودش قرار داد. به همین اعتبار هم سرنگونی جمهوری اسلامی در این حال که تحت تأثیر معادلات بین المللی قرار میگیره، تأثیر گذار بر تحولات بین المللی و مشخصا خاورمیانه خواهد بود، در این تردیدی نیست. و اون نکته مهمی که به نظرم ایرج اشاره کرد این هستش که اما امروز جهان متفاوتی رو باهاش مواجه هستیم. جهان دو قطبی به پایان رسیده. ترک‌تازی، یکه‌تازی، قدر قدرتی که در دوران جنگ سرد ابرقدرت‌ها ازشون ساخته بود، اهرم‌هایی که در کشورهای تحت نفوذ خودشون مثلا ایران داشتن، امروز ازش برخوردار نیستن و ما شاهد عروج به اصطلاح دیکتاتورهای منطقه‌ای علاوه بر دیکتاتورها و میلیتاریسم در سطح جهانی بودیم که تأثیرات مهمی بر تحولات خاورمیانه، تحولات به اصطلاح حوزه‌های مختلف جهان امروز داشت. مشخصا مثلا وقتی که به افغانستان نگاه میکنیم میبینیم که طالبان رونده شد ولی دوباره برگردونده شد. به هر حال اینکه فاکتورهای داخلی و فاکتورهای بین‌المللی کدوم در چه دوره چه نقشی ایفا میکنن مسئله حیاتی هستش و اون نکته اساسی این که جامعه ایران رو تحولاتش رو نمیتونیم بدون بررسی تحولات بین‌المللی در نظر بگیریم. پیروزی کارگر و کمونیسم در ایران مشخصا باید در عین حال در چارچوبی صورت بگیره که بتونه رقبای به اصطلاح جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی خونسا بکنه، اجازه نده که به اصطلاح این نیروها سیر تحولات رو رقم بزنن. باید بشناسه چه تأثیر و چه به اصطلاح نقشی برای تحولات دارن و بتونه خونساشون بکنه. ما میدونیم که در جهان امروز از یک طرف آمریکا متحدینش در مقابل جمهوری اسلامی و متحدینش قرار گرفتن و قطب سومی وجود داره، مردم، جنبش آزادی خواهی، کارگر، کمونیسم، برابری طلبی در جامعه، که هیچ همسویی با هیچ کدوم از این دو قطب نداره، مسلما برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنه، اما در این حال همسویی با غرب و سیاستاش نداره. نتیجتا با شناخت این فاکتورها باید یک سیاست مؤثر کمونیستی کارگری که بتونه راه پیشروی رو تنظیم بکنه رو تنظیم کرد. به نظرم نکته اصولی و درستی هستش. و اگر نگاه بکنیم به تشبثات کنونیشون، مثلا کنفرانس مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ و دعوت از رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، شاید تلاشی برای تکرار سناریوی گوادلوپ باشه، ولی همونطوری که ایرج هم اشاره کرد فاکتورها عوض شدن، فاکتورهای معینی عوض شدن و تکرار اون سناریو به سادگی ممکن نیست، هرچند که نقاط قوت بسیاری این به اصطلاح غرب ازش برخوردار هست، اما اهرم‌هایی که در روی زمین سیاست در معادلات داخلی به اصطلاح تحولات ایران داشته باشه کاملا متفاوت شده. یه نمونش اینه که 60,000 تا مستشار در ایران نداره، یه نمونش اینه که ارتش تا مغز و استخوان وابسته به خودش نداره یا نیروی نظامی وابسته خودش نداره و نیروهای سیاسی پرو غرب اساسا از دخالتگری مؤثری در تحولات برخوردار نیستند. ایرج فرزاده عزیز، هم شما و هم علی جوادی مطرح کردین که سناریو الان متفاوته با انقلاب 57. نکاتی که مطرح کردین، آیا میشه این، چون برخی در اپوزیسیون از مسئله رژیم چنج صحبت میکنن، برخی اون رو به عنوان یه خطر برجستش میکنن و از طرف دیگه جریانات راست هم به دنبال سناریو رژیم پیاده کردن سناریو رژیم چنج هستن، به نظر شما این سناریو چقدر میتونه محتمل باشه؟ و هم جدا از این، سناریوهای احتمالی در ارتباط با سرنگونی رژیم اسلامی چی میتونه باشه؟ اساتو اگه منظور از رژیم چنج به صورت یک وجه این رژیم چنج بحث دخالت نظامی باشه، یعنی توسل به صورت توسل به نیروی نظامی و به کار بردن حربه نظامی علیه جمهوری اسلامی که اینو پشت حضورتون برشوهایی بردن، در نظر من این مسئله منتفیه، یعنی مسئله دخالت نظامی و مسئله سوریه شدن و یا عراقی کردن جامعه ایران به نظر من منتفیه، نه به خاطر اینکه در توان ظرفیتشون نیست و نه به خاطر اینکه نمیتونن و یا نمیخوان این کار بکنن، بلکه به دلیل اینکه به نظر من اجرای اون سناریو در ایران و اون اهمیتی که داره در خاورمیانه، در بیخ گوش اسرائیل، در
خلاصه منطقه سوق جوشی که از دیرباز یه منفذی بوده برای اتصال آسیا و اروپا و به حال منطقه مهمه. ناامن شدن این منطقه در اثر فعالیت نظامی به نظر من تمام سناریوهاشون از بین میبره. برعکس به نظر من اینا سعی تلاش میکنن دو کار میکنن، من دو نشتم گفتم، یکی در درجه اول سعی میکنن از بالا این کار بکنن، یعنی کاری بکنن که مثلا جمهوری اسلامی رو گام به گام، قدم به قدم، یواش یواش و خلاصه با دنده خلاص چنان رد بکنن که لایه های جمهوری اسلامی با اینا همراه بشه و بتونن به اصلاح به این وسیله از این طریق بتونن انقلاب دور بزنن، یعنی کاری بکنن که به اصلاح جمهوری اسلامی وادار بکنن به اینکه مثلا فرض کنید کسی مثل موسوی میاد همینطور الکی نیست، یعنی همینطور به اصلاح رعد و برقی در آسمان بی ابر نیست. این پشتش هست به همچین سناریوهایی که این سناریو رو همینطور که مثلا آمریکا از رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان تروریست خودداری کرده، اروپای واحد خودداری کرده، یعنی بالاخره اینو رسما تایید نکرده که سپاه پاسداران تروریست. این به نظر من تو این معادله می گنجه، یعنی اینکه غرب و آمریکا سعی میکنن به طریق سناریوهای پنهان با مذاکرات پشت پرده لایه های از جمهوری اسلامی وادار بکنن که به قول معروف تغییر رفتار بده و چنان تغییر رفتاری بده که مردم راضی بکنه، یعنی مردم به خانه بفرسته. ممکنه مردم راضی نکنه، البته من این کار میکنن، ولی مردم به خانه بفرسته و انقلاب رو به این طریق دور بزنن. منتها این سناریو احتمال شکست خیلی زیاده، چون مردم در خیابانن، اینا مثلا پیشبینی حرکات مردم برای غرب غیر ممکنه. ممکنه پیشروی مردم طوری بشه که مثلا مردم راضی نشن به عقب نشینی جمهوری اسلامی، راضی نشن به اینکه صدای انقلاب شما رو شنیدن، راضی نشن به اینکه مثلا بگن باشه حالا گشت ارشاد رو لغو میکنه، ایب نداره روسری حالا اجباری نیست، مثلا میگم مردم قانع نشن و انقلاب رو ادامه بدن، حرکت رو ادامه بدن، حضورشون در خیابان، اون وقتی که به نظر من پا به پای این سعی میکنن اپوزیسیون غرب رو به عنوان یک لولو، به عنوان یک نیرویی که اگه تو این کار رو نکنی، اگه تو بیشتر عقب نشینی نکنی، من اینو علم میکنم میارن جلو. اپوزیسیون بورژوایی به نظر من هدف اساسیش اینه که اینا هم به سبک خودشون مردم رو از خیابان بفرستن خونه، پشت در چشم انتظار وعده هاشون بذارن، وعده هایی که میدن. منتها وعده هایی که اپوزیسیون بورژوایی میده به نظر من اینا کار کشتن به قول معروف روی مانیپولیشن افکار عقب مانده و عقاید خرافی مردم. این که مثلا بابا شما به ایران فکر بکنید، جایگاه ایران در صحنه بین المللی و بالاخره جانم فدای ایران، تمامیت ارضی، یعنی و این کارایی داره، یعنی واقعا شما اگه مثلا تمام روندهای مهم سیاسی جهان رو یه نگاهی، من به عنوان مثال فرستم مثل اعتصاب کارگران معدنچی انگلیس رو میدم که رو در روی تاچروایی ساده بودن، جامعه رو خطبی کرده بودن، اونجا جنگ فالکلند بودن، آرژانتین حمله که به جزایر فالکلند، مارگارت تاچر اومد دست گذاشت روی قول مارکس که میگه بریتانیا ناسیونالیست‌ترین ملت دنیا است، دست گذاشت روی ناسیونالیسم، همون عقاید خرافی عقب مانده و مثلا هویت کاذب مردم، و اعتصاب کارگران معدنچی رو سرکوب کرد. یعنی انقدر ناسیونالیسم، انقدر این خودآگاهی خرافی توی جوامع و حتی توی هر فرد به نظر من هست، توی ذهنیت هر فردی یه سری عقاید خرافی و توی جامعه هم هست وجود داره و ناسیونالیسم سعی میکنه اینا رو لانسه بکنه، اینا رو بیاره جلو، اینا رو به جلو. میگه آقا شما من جانم رو گذاشتم فدای من رضا پهلوی، من شاهزاده نیستم، من جانم رو گذاشتم فدای ایران، فدای اون پرچم. و اگه مردم ایران، به نظر من اگه مردم ایران این دوتا این خودفریبی بشن و اگه این هویت های کاذبشون
به جلو رانده بشه، اون وقتی که به نظر من دیگه به قول معروف کارشون پیش برده. ممنون از شما ایرج عزیز. علی جوادی گرامی، نظرتون در ارتباط با سناریوهای محتمل و همچنین رژیم چنج؟ ببینید، رژیم چنج همونطوری که ایرج اشاره کرد، اگر به معنای حمله نظامی باشه و تلاش برای تغییر حکومت حاکم جمهوری اسلامی از طریق حمله نظامی و تکرار سناریوی عراق یا مثلا سناریوی افغانستان باشه، به نظرم در حال حاضر نه توانشو دارن نه سیاستش رو در دستور دارن. توانش هم به لحاظ لوجستیک به نظرم در حال حاضر ندارن، چرا که درگیر جنگی به یک اعتبار در اوکراین هستن، از طرف دیگه درگیر یک کشمکش عظیم سیاسی اقتصادی با دولت چین هستن و به نظر نمیرسه که بخوان چنین سیاستی رو حتی دنبال بکنن. به نظرم توان لوجستیکش رو در حال حاضر ندارن، دستور العمل سیاسیش هم برای چنان سناریویی ندارن. حتی اگر چنان سناریویی رو در دستور قرار میدادن، اجرای اون سناریو در جامعه مانند ایران که از پهناوری جغرافیایی، جمعیت بالا و به اصطلاح فاکتورهای متعدد متفاوتی در مقایسه با دولت صدام و عراق برخوردار هستش، قابل اجرا به سادگی نیست. اما حمله نظامی اگر منظور باشه که به تأسیسات اتمی و غیره صورت بگیره، میتونه چنین سناریویی در دستور باشه، چنانچه نتونن توافقات موجود یا شرایط رسیدن به توافقات رو تأمین بکنن. نتیجتا ما شاهد حملات نظامی ایزایی تاکتیکی موضعی باشیم و اونجا مسلما این خطر همواره وجود داره که این حملات نظامی زمانی که شروع بشه پایانش شاید مشخص نباشه و میتونه به یک جنگ درگیر بشه، جنگی که میتونه خانمان برانداز باشه، خانمان سوز باشه، مردم قربانیانش هستن، ولی اساساً به معنای تکرار سناریوی عراق به اون اعتبار نخواهد بود. این یک فاکتور هستش. اما اون چیزی که محتملتر هست و واقعیتر هست و در تجربه سیاست در قبال ایران از قبال غربی نشون داده شده، تلاش برای حقنه کردنه اپوزیسیون مورد نظر خودشون در تحولات سیاسی ایران هست. یعنی در حال حاضر نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی عملا انشقاق زیادی پیدا کرده، باندها و محافل متعددی در حال ریزش هستند و حتی برخی از اصلاح طلبان حکومتی وفادارترین وفاداران جمهوری اسلامی و از بنیانگذارانشون دارن میگن گذر از جمهوری اسلامی. میر حسین موسوی داره میگه گذر از جمهوری اسلامی. نتیجتاً مسئله بر سر این هستش که دو فاکتور وجود داره. یکی این که آیا تغییرات در درون جمهوری اسلامی صورت میگیره یا تغییرات توسط نیرویی که بخواد سرنگون بکنه و آمریکا و غرب و متحدین داخلشون بتونن خودشون رو سوار بر این تحولات بکنن. آمریکا روی هر دو کفه ترازو سرمایه گذاری کرده، بر حسب اینکه به هر حال زمین سیاست، زمین داغ سیاست کدوم رو داره جلو میبره، وزن هر کدوم از این کفه ترازو سنگین تر خواهد شد. اما الان با توجه به فاکتورهای موجود، آمریکا نیازمند نیروهای اصلاح طلب حکومتی هستش، به این دلیل که اینا به قدرت نزدیکترن، اینا دخالت و یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ارتش، نیروهای سرکوبگر، قوای نظامی و غیره دارن و آمریکا به این اعتبار و متحدین داخلیشون رضا پهلوی و جریانات ناسیونالیسم پروغربی و نه فقط سلطنت طلبا، این رو به مثابه یک اهرم تغییر دنبال میکنن. و اون مثال معروفی که رضا پهلوی در تظاهرات لس آنجلس زده، یه اتوبوس همه میتونن سوار بشن، به طور مشخص این هستش که ما میخوایم به یه سازش و توافق پیدا کنیم. خودشون صحبت میکنن از این که جریانات راستی که عاقد چنین توافقی چی هستش، ولی به نظرم روی این اهرم حساب میکنن. اما مسئله اینجاست که معادلات روی زمین، اعتراضات مردم، رادیکالیزم و برابری طلبی و آزادی خواهی مردم، به نظرم این سناریوها رو کمتر اجازه تحقق یافتن بهش میده. این سناریوی به اصطلاح تغییر، حقنه کردن اپوزیسیون مورد نظر، چیزی مانند سناریوی 57 سیاستی هست که در دستورشون هست، ولی هنوز کماکان از جمهوری اسلامی دست نشستن. ایرج فرزاده، اگه به اپوزیسیون نگاه بکنیم، ما با دو کمپ مهم درون اپوزیسیون روبرو هستیم: کمپ چپ سوسیالیستی، کمپ کمونیسم کارگری، و از طرف دیگه کمپ جنبش ناسیونالیسم پروغربی.
اگه بخوایم در ارتباط با جنبش ناسیونالیسم پروغربی صحبت بکنیم، به نظر شما نقاط قوت و ضعف این جنبش برای گرفتن قدرت سیاسی چیه؟ راستش من نقاط قوت شو اینه که اولا پول دارن، پول خیلی زیادی دارن، ثانیاً سابقه حکومت کردن دارن، سابقه حکومت کردن در هم که شعار بزار زاشا رو هشاد یه مقدار پشتش به این بنده، میگن ایرانو اینا ساختن، به یک معنی حق با اوناست. به یه معنی اگه خوب نگاه بکنیم، بلاخره ایران ملوک و طایفی رو رضا شاه به صورت یک کشور واحد در آورد و کشف حجاب در دوره پسرش بود که اصلاح در زیشت و ایران به بسار صنعتی شد و پیشرفت هایی کرد، مدرسه، بیمارستان، چه میدونم، همه این چیز در کشور شد. به این معنی این تجربه رو دارن و این تجربه توی همونطوره که گفتم به نظر من توی اون حافظه خرافی مردم، توی اون هویت خرافی مردم نقش دار بازرسی میمانه. مردمی که مسئلهشون زندگیه، مردمی که مسئلهشون نونه، تنفروشی که مسئلهش حرمت انسانیه، جوانی که محتاج شده و خانواده های زیادی میلیون‌ها خانواده و هزار خانواده نگران سرنوشته جامعشون هستن، وقتی یه همچین حکومتی میاد میگه من به جای آخوندهای بیسواد و آخوندهایی که اقتصاد بلد نیستن و نظمی ترتیب میدم و ایران رو دوباره باز میگردونم، داره در واقع این هویت خرافی رو به این مردم داره حکم میکنه، میگه من سابقه حکومت دارم. بالاخره در زمان شاه برای همین مسئله اعتیاد هم از دوره جمهوری اسلامی بهتر کشت رو تحت نظارت دولت قرار دادن، کشت تریاکو خشخاشو، ثانیه سهم بندی شد مطابق نسخه دکتر، هر کسی که معتاد بود بدون نسخه دکتر نمیتونست از مقدار زیادی دست دلال ها واسطه ها و خرید و فروش غیر قانونی و قاچاق رو قطع کرد. اون حل مسئله اعتیاد به اون شیوه، من میگم خب کسی که معتاده، کسی که تن فروشه، کسی که الان مثلا کودک خیابانی، همه اینها وقتی این وعده ها رو میشنوه که بابا در این شرایط بیمسئولیتی، در این شرایط بیمسئولیتی محض، در این شرایط تحمیل فقر آشکار به طبقه کارگر، به مردم، یکی میاد، جماعتی میاد که سابقه حکومت کردن دارن و نون رو میاره روی سفره مرد، امنیت رو میاره روی جامعه، میگه بالاخره قانون کاری هست. به نظر من این کارایی داره. گفتم وقتی همراه با این تو سرمایه گذاری بکنی روی منیپولیشن عقاید خرافی مردم، طرف بالاخره حساب میکنه، میگه بالاخره خب منم مثل اونم، منم ایرانی هم، قبل از اینکه کارگر باشم ایرانی هم. اینو میپذیره بعد از مدتی، حالا یه قانون کاری هم ممکنه. برحال این به نظر من این نقطه قدرتش بوده، این هم سابقه حکومت کردن، هم قدرت مانور و در مانیپولیت کردن مثلا باورهای خرافی و اعتقادات و خرافی اقامده مردم، این نقطه قدرتشونه، غر پشت سرشونه. منطقه در این حال به نظر من نقاط ضعف خیلی زیادی دارن، نقاط ضعفشون این سیاسی نیستن، ای خد شروع بیشتر سکتن، اگه بید معنی سکتن. تو ببین تو این بحبوهایی که اینا غرب رفته پشتون، یا هو یه هو مثلا فرشون ثابتی میاد توی تظاهراتشون سردر میاره، خب کارتشون رو سوزون. بابا طرف رئیس اداره سوم سواک بوده، من خود من زندانی سیاسی بودم، میدونم در دوره این ازادی و نمیدونم دکتر حسین زاده و منوچهری و حسینی و اینا زیر دست این بودن، زیر دست این سواک. تو اینو آوردی کنار خود، این بالاخره معلوم میشه که به یه معنی برای کار خودشون زیاد سیاسی نیستن، اینقدر رایت سیاسی ندارن که حتی اهداف سیاسی خودشون رو پیش ببرن، و این به سبب قول معروف
حتی بعضی از لایه های رو که ممکن بود توی جناح راز از اینا حمایت بکنه این مقدار دچار محافظه کاری کرد. حتی بین این هست که نمیدرانی این وجود داره که کسای دیگه یواش یواش فاصله بگیرن، میگه نه ما منظورمون ما دیگه این که شروعش رو داره بوده. این نقاط ضعفشون به نظر من نقطه اصلی ضعفشون غیر سیاسی گری راسته و نداشتن حزب و شخصیت سیاسی. علی جوادی گرامی، نقاط قوت و ضعف جنبش ناسیونالیسم پروغربی برای گرفتن قدرت سیاسی. ببینید قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یه نکته در رابطه با صحبت‌های پیشین خودم بگم. در رابطه با سیر تحولات و آلترناتیوهای سیاسی و گرایشی که به صورت شاید همگرایی بین بخشای رونده شده اصلاح طلبان حکومتی و ناسیونالیسم پروغربی هستش، به نظرم یه فاکتوری که باید روش صحبت کرد این هستش که با قدرتگیری چپ و آزادی خواهی در جامعه، با سربلند کردن کمونیسم و سوسیالیسم در تحولات سیاسی جامعه، اصلاح طلبان حکومتی و راستای پروغربی هرچه بیشتر سر عقل میان، عقل در گیومه، که به منظور مقابله با آلترناتیو کمونیستی و آزادی خواهی در جامعه به همدیگه بیشتر نزدیکتر بشن و بتونن از موضع قدرت، نه فقط صرفا از موضع اپوزیسیونی، حالا چه اپوزیسیون درباری مثلا مثل موسوی و چه اپوزیسیون خارج از حکومت مانند رضا پهلوی و غیره، به همدیگه نزدیک بشن تا از موضع قدرت در مقابل آلترناتیو کمونیسم جامعه، کارگر جامعه، آزادی خواهی جامعه بتونن به اصطلاح قرار بگیرن. این به نظرم یه فاکتور هستش که اتفاقا اینا رو به همدیگه نزدیکتر میکنه، اصلاح طلبان حکومتی و یا ریزش در حکومت رو تشریح میکنه و در این حال سر عقل میاره که آینده رو، آینده بورژوازی ایران رو به اصطلاح چگونه میتونن تضمین بکنن، چرا که کل این پدیده میتونه دورچاش حمله قرار بگیره. اما علاوه بر نکاتی که ایرج بهش اشاره کرد، منم چند تا نکته منفیشون رو بگم. ببینید اینا میگن دموکراسی، به هر حال ایرج به درستی اشاره کرد، حکومت مورد نظر اینها ملموستره، قبلا در حکومت بودن و در مقایسه با این حکومت جلو هر بنی بشری بذاری میگه خب اون یکی بهتر بود، این یکی کمتر کشته بود، وضع مردم بهتر بود، فقر و فلاکت، فحشا، بیخانمانی، گورخوابی پدیده هایی بود که در دوران حکومت اسلامی به هر حال صورت گرفت و در یک مقایسه سطحی و سرانگشتی هر انسانی که بخواد مقایسه بین این دوتا بکنه و محدود باشه، خسته باشه از وضعیت موجود، نتونه آینده نگری و افق و آرمانهای بزرگتر رو به اصطلاح بهش پایبند بشه یا بهش متوسل بشه، میگه خب اون که بهتر از اینه. و نتیجتا این نقطه قوت اینا هستش، جریاناتی هست. ولی این نقطه قوت با یه سری علاوه بر این نقطه قدرت یه فاکتور ساده دیگه هم داره، آمریکا پشتشونه و همه میگن آقا جان بدون آمریکا تحولات نمیتونه به سادگی پیش بره، آمریکا حرفش تعیین کننده است، شرط آقا بالا سر جامعه کنونی بشریه و به اصطلاح صحبت‌های این چنینی. ولی برای اینکه اینو بخوان بفروشن به مردم و حقنه کنن به مردم، باید سلطنت یا مثلا به عنوان یه حکومت بفروشن، باید ساواک رو بفروشن، باید استبداد رو بفروشن، باید حزب رستاخیز رو بفروشن، باید مهمتر از همه بازار آزاد و اینکه سرنوشت شما افتاده دست بازار، برین زندگیتون رو تامین کنین خودتون، دولت در قبال رفاه انسان‌ها مسئول نیست، همینه که هست، جونتون در بیاد کار بکنین، شانس که دارین، اگه نمیتونین تقصیر خودتونه. اینا رو باید به مردم بفروشن و اینا به سادگی ممکن نیست. و علاوه بر تمام اینها شما به اون طرف معادله باید نگاه بکنین، ما همه با همی نداریم، دو آلترناتیوی داره شکل میگیره، صفوفش داره متمایز میشه، پرچمای این صفوف داره برافراشته میشه، حالا با هر کم و کاستی، ولی میبینیم که داره حرکت شروع شده. نتیجتا این آلترناتیو ها از نقاط ضعف بیشتری هم برخوردارن، برخلاف سال 57 امروز آلترناتیو چپ و آزادی خواهی از قدرت اجتماعی بیشتری و نفوذ سیاسی بیشتری در سطح جامعه برخوردار هست. نقاط ضعف معینی هم داره که میشه اشاره کرده شو اینا، ولی خواستم بگم اون نقاط قوت رو دارن، در این حال این نقاط ضعف هم به طور برجسته در تحولات دارن. ولی جامعه‌ای که داره دگرگون میکنه،
مردمی که اومدن زیر رو کنن، رادیکال به میدون اومدن، دست به ریشه دارن میبرن، به سادگی به کم رضایت نمیدن، به سادگی تسلیم نمیشن که حالا این بهتر از اون قبلیه، کاچی بازه هیچیه، دیگه سیاستی نیستش که بتونه چیز داره. اینا دارن مشت به آسمون میکوبن، دارن فریاد میزنن، به خصوص نسل جوانی که در میدون هست آزادی رو میخواد، برابری طلبی رو میخواد، مدرنیزم امروزی رو میخواد، یا آلمان آرزوهایی داره که با جهان امروز وفق میکنه، با سیستم حکومتی مورد نظر راست و غیر غرب خانایی نداره. ایرج فرزاد عزیز، در ارتباط با نقاط قوت ضعف کمپ مقابل، کمپ چپ، آزادی خواهی، سوسیالیستی، کمونیسم، کارگری، نظرتون چیه؟ در مورد نقاط قوتشون، نقاط قوت و ضعف هر دوش، نقاط قوت و ضعف، شاید بتونم بگم که باید متاسفانه به نقاط ضعف بیشتر اشاره کرد. و اگه من اگه فرض کن حزب دوران منصور حکمت زنده بود و در صحنه سیاست وجود داشت، هیچ دغدغه‌ای نداشتم، هیچ نگرانی نداشتم، فعال بودم، فعالتر می شدم، کادر بودم، سعی می کردم عضو رهبری بشم، بعد عضویت بیشتری براش بگیرم و خلاصه نفوذ اون حزب رو گسترش بدم توی جامعه ایران. و به نظر من میتونست در معادلات در هم با همچین ظرفیتی در معادلات جامعه ایران نقش بازی بکنه و اینکه صدای اون مردم باشه، صدای این نسل جدید باشه، صدای این تعداد خیلی زیادی جوانان مثلا با فکر عمیق باشه. این متاسفانه نیست و این بزرگترین خلأ و بزرگترین ضعف، یعنی کمونیسم کارگری حزب نداره، این یک ضعف جدیه و یک ضعف بزرگه. و به حال تنها امیدی که من دارم اینه که بشه به اتکای این ماتریالی که وجود داره، این انبوه عظیم جوانانی که هستن و فکر پیشرو داره. من برای مثال یه مثالی میزنم، من یکی از این کتابای استیون هاوکینگ رو دارم ترجمه میکنم، پاسخ کوتاه به پرسش‌های بزرگ، دارم ترجمه میکنم، بعد دنبالش میگشتم بیرن ترجمه های فارسی مثلا چی از این مقداری بعضی اصلاحات رو دقیق پیدا بکن، دیدم بابا 10 نفر مختلف اینو ترجمه کردم مدت ها قبل. هر کتاب جدیدی که توی کتاب رمان جدیدی که چاپ میشه در خارج کشور، هنوز باور کنید تو دست خواننده اروپایی نیست، این رمان به فارسی ترجمه شده، از جانب چندین نفر ترجمه شده. منظورم اینه که دسترسی به ادبیات جهانی و مسلح شدن به ادبیات جهانی در مقایسه با دوره منی که من میرفتم اصول مقدماتی فلسفه رو توی مثلا یک کتاب فروشی تو کنج خیابان شاه با قاچاق و با فلسفه گیر می آوردم که اینو دستنویسی بکنم، نبود. یعنی این آثار ادبی، آثار به حساب فکری، آثار خیلی خیلی کم بود. خب بعضی آثار ادبی مثل آثار بابرکیناب، منظورم اینه که این یه خلأ بزرگیه که منتها خب نقطه قوتی که داره اینه که ادبیاتش هست. نقطه قوت این جریان اینه که ادبیاتش منسجم هست، وجود داره، قطعاً هست، منسجم هست، جواب همه مسائل رو داده و امید هست به اینکه این ماتریال انسانی، این نیروهایی که هستن توی جامعه، محافل کارگران، نسل‌سازی، جنبش، آدم‌های، انسان‌های پیشرو تو این جامعه بتونن با دسترسی به این ادبیات، به این جاذبه انرژی، به این نیروی انرژی بتونن به ماده تبدیل بشه و بشه حزب رو ساخت. این به نظر من یکی از نقاط کلیدی و درد اصلی جامعه است. توی من توی اون نوشتم گفتم یکی در پاسخ به پرسش رادیو زمان، بزرگترین درس چیز انقلاب فجاهات چی بود؟ بزرگترین درس همین بود که تون دوران نبود، تون دوران یه حزبی که بتونه متکی باشه با آثار ادبیات و سوسیالیستی غربی وجود خارجی نداشت که بتونه انقلاب رو به مسیر واقعی خودش طی بکنه. الان این نقطه قوتشه گفتم ادبیاتشه و وجود لایه‌های وسیعی از محافل
کارگران سوسیالیست و انسان‌های سوسیالیست، محافظ سوسیالیست، که امید هست این دوتا به هم دیگه چفت بشن، بتونن بالاخره در نهایت اون حزب از نو بسازن. به قول آرزوهایی که من سوی حکمت همیشه گفتم، این حزب بالاخره از زیر گل باشه اون جامعه میسازن، مجبور بسازن. ممنون از شما. علی جوادی، نظر شما در ارتباط با نقاط قوت و ضعف جنبش کمونیسم کنید؟ ببینید، نقطه از نقطه قوت شروع کنم. به نظرم نقطه قوت جنبش کمونیسم کارگری این هستش که در سطح سیاسی به طور منسجم و فرمولهی و در سطح نظری تبیین شده و قابل دسترسی هست. نقطه ای که ایرج به درستی بهش اشاره میکنه، ادبیات برنامه یک دنیای بهتر، یک دنیا به نظرم نقطه نظر و یک متریال لازم و کافی برای شکل دادن به اصطلاح سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی هستش که میتونن به اصطلاح مؤثر باشن در تغییر وضعیت موجود و شکل دادن به آلترناتیو فردا، آلترناتیوی که متضمن آزادی، برابری، رفاه در جامعه باشه. این واقعیت عظیمی هستش و مهمتر از این، غیر از منسجم بودنش، غیر از اصولی بودنش، رادیکال بودنش، انسانی بودن، آزادی خواهی بودنش، تطابقی داره با خواستهای پایه‌ای و دیرینه توده مردم. مردمی که برای عدالت، برای برابری، برای رفاه، برای یک زندگی بهتر، برای یک جامعه شایسته زندگی کردن، برای آزادی انسانها، زن و مرد در جامعه، مدرنیزم در جامعه دارن مبارزه میکنن. یعنی هیچ جنبش اجتماعی دیگه رو شما در جامعه نمیتونید مشاهده کنید که به استبع خواستاش رو بگیرید و بخواید منطبق کنید با خواستای جامعه و فریادی که داره از دل جامعه بیرون میاد و بگید مثلا خانه‌ای داشته باشه. اکثریت عظیم خواستهای توده مردم، نمیگم همش، اکثریت عظیمش با خواستهای جنبش کمونیسم کارگری به معنای اخص کلمه و مطالبات و مبانی که در برنامه یک دنیای بهتر مطرح شده خوانایی داره. اما در سطح سیاسی و در سطح حزبی ما متاسفانه منصور حکمت رو از دست دادیم و یک ضربه بزرگ بود و احزاب باقی مونده از حزب کمونیست کارگری به احزاب متعددی تبدیل شدن. اون رابطه ای که یک جنبش کمونیسم کارگری وجود داشت و یک حزب کمونیسم کارگری که یک رابطه یک به یکی بود عوض شد. امروزه به نظر من در جنبش کمونیسم کارگری احزاب متعدد منتسب به کمونیسم کارگری وجود دارند. جنبش کمونیسم کارگری پراکندگی حزبی معین رو ازش رنج میبره و بعضی شاید مثلا ایرج مدعی باشه که هیچ کدومشون نیستن در این جنبش. به حال من فکر میکنم در یه چارچوب عمومی تری این نیروها در جنبش کمونیسم کارگری هستن، ولی حزبیتی که با دوران منصور حکمت به اصطلاح بیان میشد، حزبیت کمونیست کارگری و خط روشنی که خط لنینی، خط منصور حکمت برش حاکم بود و پیش برده میشد، یک کمبود اساسی هستش. ولی نقاط قوتش به هر حال خانایش با مطالبات مردم هست. نقطه ضعف دیگه هم داره. اون نقطه ضعف قدرت سازماندهیش هستش. امروزه قدرت سازماندهی به اصطلاح جنبش کمونیسم کارگری و مشخص‌تر بخوام بگم یا عام‌تر بگم سوسیالیسم کارگری موجود در جامعه نتونسته هنوز انسجام لازم رو پیدا بکنه و رهبران عملی و سیاسی این جنبش در سطح فابریکا، در سطح کارخانجات، در سطح محلات بتونن یک انسجام سیاسی فراتری به اصطلاح علاوه بر تشکل‌های حزبی یا گرد آمدن به دور تشکل‌های حزبی، به دور تشکل‌های توده‌ای به اصطلاح صورت بدن و بتونن در اون قامت هم عمل بکنن. اینو نقطه ضعفش است. یعنی نکته‌ای که منصور حکمت مطرح می‌کرد، حزب سازمانده، حزب رهبر، ما نه تنها تک حزب سازمانده رهبر رو نداریم، ولی احزابی که باقی موندن، حزب کمونیست کارگری و خط حمید تقوایی رو من کاملا جدا میدونم، احزابی که باقی موندن از قابلیت تحرک اجتماعی، نفوذ اجتماعی بالایی، شاید بگم اینطوری بهتر باشه، هنوز برخوردار نیستن و بعد در این جهت سوق پیدا بکنن. به هر حال تحولات موجود رو باید با متریال موجود شکل داد و متریال موجود کمبودهایی داره، هرچند که باید بر این کمبودها فائق اومد. ایرج فرزاد گرامی،
همونجوری که میدونیم منشور مطالبات حداقلی توسط 20 تشکل در داخل کشور منتشر شده که این منشور با عکس العمل‌های مختلفی درون اپوزیسیون روبرو شده. جریانات مختلف اپوزیسیون راست و هم برخی جریانات در طیف چپ، احزابی در طیف چپ از این منشور حمایت کردن. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این منشور جویا بشم. به نظر شما اهمیت و جایگاه این منشور چی بوده و ارزیابیتون از این منشور مطالبات هر دارم؟ حقیقت شده خیلی به عنوان مطالبه و به عنوان خواسته که مطرح کردن وزن خب طبیعه در مقابل شعارهای راست و موضع راست و اینا خب جای امیدواریه، جای خوشحالیه که همچین گرایشاتی و همچین تمایلات و مطالباتی تو جامعه ایران مطرحه و مهمه. منتها مسئله‌ای که برای من هست و به قول معروف من نمیخواستم از حول حلیم توی دیگ بیفتم، واقعیت اینه که این تشکل‌ها تا چه اندازه به معنی واقعی تشکل‌اند. من طبعا وارد به حساب عرصه نفی‌گرایی اینطوری که کیهان لندن نوشته بود علیه این میثاق نمیشم و در مرزبندی با اون میگم. میگم که اگه صرفا اعلام مواضع باشه خب من میگم خب مواضع از یک دنیا بهتر کاملتر چی؟ خب من میگم مردم برین یک دنیا بهتر رو بخونه. اون اگه مطالب است، اگه شعاره، اگه موضعه. منطقه اگه نه بس بر سر اینه که این مواضع و این شعارها از جانب جریاناتی به ساد به دست گرفته شده که اینا با یک نیروی اجتماعی تداعی میشه، اون خیلی بسیار بیشتر جای خوشحالیه. حتی اگه اون مطالبات هم کاملا با اون مطالباتی که مورد نظر من شفت نباشه و سایه روشنهایی از اختلاف توش ببینم. ببین فرض کنید اون کسی، اون جماعتی که اسم خودشون گذاشتن مثلا شورای رهبری، نمیدونم سندیکا چیز، شورای سازماندهیه مانشستگان، بالاخره شورا معنی داره. وقتی میگه شورای معنیش اینه که این مثلا یه مجمعه عمومی بوده تو شهرها، تو شهرستانها تعداد وسیعی شرکت کردن، نماینده انتخاب کردن، نماینده اونا شده شورا، نماینده شورا. اگه اینطوری باشه من میگم خب اگه یک تشکل به معنی واقعی توده‌ای متکی به وجود بازنشسته ها رهبریش همچین خاصی رو داره، من کلام میندازم آسمون از خوشحالی. منتها اینطور نیست. یه تعدادی بازنشستن به معنی واقعی بازنشستن، ممکنه کارگر بازنشستن باشه، 5-6 نفرن دور یه جا نشستن اسم خودشون رو گفتن شورای رهبری سندیکای بازنشستگان. این بالاخره فقط موضعه، با نیرو تداعی نمیشه. یا مثلا فرض کن اتحادیه آزاد کارگران. اگه اتحادیه آزاد کارگران ایران یه اتحادیه بود غیر رسمی در مقابل مثلا اتحادیه اسلامی کارگران که جمهوری اسلامی درستش کرده و هست و این هم نه با کمپین امضا جمع کردن چند میلیون امضا، بلکه با یک اتحادیه واقعی معنی داشته باشه، اون وقت آدم میتونه بگه خب شعاری رو، میثاقی رو که اینا امضا کردن بیان کننده به اصطلاح تمایلات و گرایشات نیروی عظیمی توی جامعه. برحال حقیقت شو بخوای من بیشتر یاد یک نوع اتحاد و ائتلاف های افتادم که اون وقتا سازمان های پوپولیستی و سازمان های هواداران به اصطلاح چریکا و پیکار و فلان اینا درست میکردن. یه عده، یه تعدادی بودن طرفدار یه خطی بودن، این میگو من طرفدار خط سیم، این میگو من طرفدار خط دو، میگو من طرفدار خط یک، یعنی یک سری محافلن. من واقعا شک دارم اگه مجموع این 20 نهاد رو اسم خودشون هم گذاشته نهادهای مدنی و کارگری، طرف 20 سال مشغولیم که کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری، هنوز کمیته هماهنگی تازه توی خودش هم اختلاف افتاد، چند دسته شدن.
مجموع اینا رو بذاره روی هم دیگه، به نظر من به زحمت به 100 نفر برسن و این نمیتونه نماینده تشکل‌های واقعی باشه. من بحثم بر سر این نیست، بحثم بر سر شعار نیست. همونطور که اولم گفتم، من اگه قرار باشه شعار انتخاب کنم، خب میرم شعارهای میاد بهتر انتخاب میکنم، میگم این شعارهای من. بس بر سر شعار، بس بر سر اینه که این به اصلا میساخت تا چه اندازه به معنی واقعی نیروه، به معنی واقعی بیان کننده، به اصلا بیان کننده تشکل‌ها و محافظ وسیعیه که توی بدنه وجود داره. اگه کسی میگه من تشکل چپ دانشجویم، یا مثلا جمعی از دانشجویان چپم، تا چه اندازه به معنی واقعی بیان کننده شکلی از تشکیلات دانشجویی که این مثلا یکی از کمیته‌هاش باشه. مشکل من اینه. من گفتم برحال حقیقت شو بخوای، من خیلی زیاد چیز نشدم، یعنی ذوق زده نشدم با این بیانه. نه اینکه گفتم بحث من اصلا شعاران تازه را گفتن شعاره حداقلی، ولی خب معلومه دارن جنگ موازه میکنن با هم دیگه، چون توی اون شعاره حداقلی نقل کار موزی هم هست. نقل کار موزی کجاست حداقلیه؟ معلومه که دارن با هم دیگه جنگ میکنن سر موازه. من میساس حول موازه رو اینا رو زیاد به دلم نمیشسته، اینطور رو بگم. ممنون از شما علی جوادی، نظرتون در ارتباط با این منشور اهمیت چیه؟ ببینید، ما از کلیت این منشور دفاع میکنم، از کلیتش، علارغم برفرض شاید اینکه فرمول بندی های بهتر سیاسی بتونه بیان بشه، ولی این جنبه به نظرم همونطوری که ایرجم گفت مورد جدل نیست. و ولی نکته دیگه ای رو مطرح میکنم و اون این استش که این تشکلاتی که به هر حال تشکل توده‌ای طبقه کارگر یا جنبش‌های اجتماعی نیستن و باید قبول کرد که توازن قوای سیاسی حاضر اجازه نمیده که برخی از این تشکلات که میتونن و پتانسیل این رو دارند که تبدیل به تشکل‌های توده‌ای بشن، برمیگرده به مسئله سرکوب، برمیگرده به مسئله توازن قوای سیاسی و غیره. اینا تشکل‌های فعالین هستند، به غیر از برفرض شاید شورای فرهنگی معلمان و غیره، فعالینی که فعلاً موجود هستند، علارغم سرکوبگری‌های وسیع موجود در جامعه تونستن خودشون رو نگه دارن، چهره‌هایی دارن که به اصطلاح معرفه هستش و غیره، و تونستن به یک بیانیه مشترکی دست پیدا کنن که این بیانیه مشترک در عین حال یک توازن قوایی رو در خودش مستتر داره. فرمول بندی ها نشون دهنده به اصطلاح سازش هایی هست که میتونه بعضا اصولی باشه، بعضا غیر اصولی باشه، ولی منعکس کننده یه توازن قوای سیاسی هستش. به این اعتبار بودنش بر تفاوت با پیش از اون، یعنی نبودنش، امر مثبتیه، اقدامیه که به هر حال به نظرم سوسیالیسم جامعه تونسته سر بلند کنه، یک پرچمی رو به اصطلاح علم بکنه و پرچمی که رو برخی از مطالبات، برخی از خواستهای فوری به اصطلاح جنبش کمونیسم کارگری که مبتنی بر آزادی و برابری و رفاه در جامعه هست رو در خودش داره و یک نوع تعین بخشی، یک نوع هویت بخشی به یک اردوی معینی داره میده. آیا این تلاش، تلاش کافی و شرایطی بهترین تلاشه؟ به نظرم نه، و به این شاخص من بهش نگاه نمی کنم. یک اقدام اولیه هستش که در رابطه با اینکه سوسیالیسم جامعه داره سر بلند میکنه، میگه آلترناتیوی متفاوت از آلترناتیو اپوزیسیون راست پروغربی و متفاوت از آلترناتیو اصلاح طلبان حکومتی و غیر موسوی و غیره وجود داره، یه نیروی سومی هستش که علارغم برفرض کمبودها یه جایگاه معین ویژه‌ای رو دنبال میکنه. این که چه اقداماتی باید انجام بشه، صورت بگیره، تبدیل به اون نیروی اجتماعی بشه که ایرج به درستی بهش اشاره میکنه، برمیگرده به فردای پس از به اصطلاح این منشور و بیانیه و اینکه آیا میتونن واقعا اون چیزی بشن که در سیاست نیرو تعیین کننده هستش و این مسئله رو به اون طرف سوق پیدا بکنه. من امیدوارم تلاشمون رو باید بکنیم به اصطلاح و این فشار از این طرف وارد بشه، ولی در عین حال میبینیم که
الان جنگ منشور هم در جامعه داره باز میشه. مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی و غیره میخوان منشور راست خودشون رو بدن. این به هر حال منشوریه در مقابله با این، هرچند که کمبودهایی داره، هرچند که نقاط ضعفی داره، ولی نقاط قوتش به نظرم برجعیت داره و از کلیتش من دفاع میکنم. البته میشه بیشتر در ارتباط با این منشور صحبت کرد، ولی متاسفانه وقت برنامه به پایانه. ایرج فرزاد عزیز، علی جوادی گرامی، با تشکر از هر دوی شما عزیزان برای وقتی که امروز به ما دادید. خیلی ممنون. متشکرم از شما و ایرج فرزاد عزیز. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو دارم. شب و روزتون خوش.